به داداشم میگم بکشتت. آره بگو داداشت بیاد بکشتم. بهش میگم، میگم بکشتت. خفه شو، از صبح بکشتت بکشتت رو این آدم سندختی تو دهنت تکرار میکنی. تو خواب دیدی که اون داداش آنارشیستت بیاد منو بکشه؟ ها؟ به داداشم میگم بیاد بابا. بابا خفه شو، خفه شو، خفه شو، خفه خفه شو. تو کیو میخوای بکشی ها؟ فکر کردی من خرگوشم؟ کیو میخواد بکشه ها؟ میکشه میکشه. میدونی چی میشه؟ اون داداشت، اون داداش آنارشیستت قبل اینکه بخواد بیاد منو بکشه، جسدشو تو کوها پیدا میکنن، تن لششو پیدا میکنن. فهمیدی؟ آره. حالا برو گم شو به اون داداشت بگو بیاد منو بکشه. بگو اون داداشت بیاد منو بکشه دیگه. مطلع چی هستی؟ برو ببینم. برو بگو بیاد منو بکشه. به من چه؟ داداشم میاد میکشتت. باز چه گویی خوردی؟ بهت میگم خفه شو. خفه، خفه، خفه. میگم خفه شو. میگم خفه شو، باید خفه شی. دهنتو باید ببندی. عین توتی ورور نکو، وگرنه میندازمت جلوی سگا. دهنتو میبندی و خفه میشی. خفه میشی. منو دیوونه نکن. رو اعصاب من راه نرو، کلافم نکن. فهمیدی؟ منو عصبانی نکن. خفه شو. به من چه؟ اگه بگم میکشتت. این در دوباره باز نمیشه که. چرا این در کوفتی باز نمیشه؟ اون داداشت هست؟ بگو بیاد منو بکشه. باشه؟ بگو، بگو با اون داداشت بیاد منو بکشه. آره، آره. اوه، آره میگم، میگم چقدر بیش شرفی. آره میگم، میگم. ببین، ببین. آره من بیش شرفم. من بیش شرفم که با تو موندم. آره من بیش شرف اگه نبودم معلوم نبود تو کجا بودی الان. آره به اون داداشت بگو که بیاد منو بکشه. خب بگو بیاد این یوسفو بکشه. باشه؟ تو هم راحت میشی، منم راحت میشم. منم میگم از دست این کثافت منو خلاص کنه. ره. من بی شرفم، من بی شرفم. تو هم که گل گلی. میخوای؟ بگی. آره اوف، وضعشو ببین. من به تو چی گفتم؟ کم بخور. خیلی میخوای بخوری، بیا تو خونت بخور. تو خونت بخور. اینجوری به خوردن ادامه بدی خودتو میکشی. بذار بمیرم بابا، بمیرم. تو هم جشن بگیری. مگه میشه آخه؟ تو بمیری من چیکار کنم؟ ها؟ اون رئیست چیکار کنه؟ رئیسمون، رئیس جفتمون، ها؟ ها اون خوشگله بابا جون، رئیس جون، ها؟ همون اکرام جون، اون چیکار کنه اون وقت، ها؟ خدا تو دیوونه. چی شد پرسیدی اکرام میخواد چیکار کنه؟ پرسیدم. چی گفت؟ میگه اول بدهی تو صفحه.
6 سیخ کباب، سیخ 6000، سمسار تو سمساریک پوست سوسمار داشت، زیر ریز میزه از زیر میز میریزه. سپر دلوی ماشین عقبی خورد به سپر عقب ماشین جلویی. این باد چه بدبادی بود که من باد دو بدی این باد دگر باد ندیدم. شب است و شاهد و شم و شراب و شیرینی. سه دوست رفتن به بزدازی، یه دوست یه بزدازی، یه دوست دو بزدازی دن. آهوی رفته بود چرا؟ چه هم چرد و هم چراند و چرا؟ نه خود چرید نه چرا. دخترم اول صابونت رو میخوردی بعدا این کارو میکردی؟ باید تمرین میکردم اما من میرم مدرسه. فعلا بای بای. به زبون خودمون حرف بزن. خب چی باید بگم داداش؟ بای بای و ول کن، هر چی میخوای بگو. باشه داداش جون، برم دیگه. باشه برو. پس خدافظ. خدافظ مامان. مراقب خودت باش. خدا قوت. خوش اومدی اوستا. ممنون. چه خبره؟ تعمیرات. خوش اومدی داداش اکرام. خوش باشی. حالت چطوره؟ خوبم، تو چی؟ ممنون، خیلی قشنگه. کتتو بده من. بیا بگی داداش اکرام، بازم خوش اومدی. خوش باشی. دست در نکنه سوسه، غذا خیلی خوشمزه. نوشه جون داداش. اوزا رو به راهه؟ هنوز اذیتت میکنه؟ پرساشو میخوره؟ نه داداش، پولشو نداره، خودت هم میدونی. به تو هم بده کاره.
چی شده داداش اکرام؟ یوسف، یوسف، یوسف. ای توف بهت یوسف، توف بهت عوضی. اومدنی فکر کردم ماشین پلیس اتفاقی اونجا بوده، یا نکنه به خاطر یکی از ماها اونجاست. وضعیت همین جوری هم خیلی خرابه. قرار مداری که قبلا گذاشتیم و باید یه بار دیگه بررسی کنیم. وایس داداش، کدوم قرار؟ فقط یه قرار گذاشتیم، اونم باید انجام شه. برای همون اومدیم اینجا. در ضمن این تصمیم حزبه. تو چی داری میگی؟ میگم دلشوره دارم، میگم باید مراقب باشیم، نمیگم که دست بکشیم. اگه لازم باشه یکم عقب میندازیمش. به دلم شک افتاده.
گوشید روشن بشه. مزه ای چیزی میخوای رئیس؟ نه. من میرم بخوابم. متکی ازگل انگار کاریم ازش برمیاد. گل جان چقدر خوشگل شدی تو، بذار ببینمت. چی کارا میکنی؟ اوف چه خبر؟ خوبم، تو چطوری؟ چی بگم؟ گند بخوره تو این سرنوشتم، والا به خدا گند بخوره. گفتم یه سرپناهی داشته باشم، یه شوهر مثل آدم داشته باشم، گفتم کم و زیاد میشه گذروند، نشد. وقتی نمیشه نمیشه دیگه، چی کار کنم؟ اینجا بنویس فقر غیرت و شرافت رو از بین میبره، بنویس. شوهر خواهرت هم همینه، هنوز میخوره و گند میزنه. اون مرتی که رئیسم که چه مزخرفیه. آی نفهم نفهم، معلوم نیست چی کار میکنه. آبجی جون دوست دارم بخندی. چه جوری بخندم آبجی؟ آدم وقتی به دنیا میادم نمیخنده، الان چه جوری بخندم؟ ولی یه چیزی بهت بگم، اگه داداش زاهدم بود منو میگرف اینجوری مثل درخت گلابی تکون میداد، یه چیزی میشد، به خودم میومدم بالاخره. خب ولش کن خواهر، برگرد خونه، دست مامانو ببوس بگو برگشتم. چطوری بیام؟ چطوری بیام ها؟ بابا نیست، معلوم نیست کجاست، داداشم معلوم نیست کدوم گوری زنده است یا مرده. خب زنه نمیگه تو ما رو با این حال چطور ول کردی رفتی، الانم با چه رویی برگشتی؟ اگه بگه حق داره، حق داره والا، تا فردا حق داره. اینجوری نگو آبجی. اوف. بیا اینجا بوست کنم. اصلا گور بابای زندگی چی کار میشه کرد؟ آره بخنده عزیزم. باشه باشه درساتو خوب بخون. چی کار میکنی؟ نمیخوام. رو حرف خواهرت حرف نزن، بگی ببینم. آبجی نمیخوام. میگم بگی. نمیخوام بابا. خیلی خوب بیا، میخوام بغلت کنم بابا، بیا. ای بابا مامانو ببوس.
عصر بخیر دوستان. عصر بخیر. سلام. سلام. سلام سلام. 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 این برادر رو معرفی میکنم. ناهید. سلام. خوش اومدید. ممنونم. برادرمون کفاشه. از این به بعد تو بخش کفاشیمون قراره کار کنه. خوش اومدی داداش. خوش باشی. میدونید که تو زندان ها اوضاع به هم ریخته. برادرامون داخل اعتصاب غذا رو شروع کردن. اگه مطالباتمون برآورده نشه ممکنه اونا از گرسنگی بمیرن. فعلا تصمیم اینه. نشستم پاشو قهوه بیار. یکم صبر کن. بادا بابا وقت تمومه. اینقدر بهش گیر نده. شطور. دختر ببین چی میگم. یه روز بریم یه جایی این شاعر جمالم بگیم بیاد بشینیم یکم حرف بزنیم. که چی؟ پسر خیلی خوشتیپیه ها. آره واقعا خیلی خوشتیپیه. یواشتر. چی شد؟ ببین دختر تو فقط بهش بگو اینجوریه ما بریم یه جا بشینیم با هم. خیلی خوب ببینم حالا. یه بارم شده دست دوستتو بگیر دیگه. آی دوست بیچاره ما ببین چقدر ناامیده. شقد ببین قول دادیا دختر ما دنده عقب نداریم. خدا ازت راضی باشه. امان امان خدا زیاد کنه اونایی که قهوه میارن و کسایی که تنها سیگار میکشن هم نابود کنه. بیا عزیزم. ای اشغال اشغال باشو دختر باشو دیگه باشو باشو یه چیزی آماده کن بچا. باز از حدت گذشتی مگه اینجا کاروانسراست؟ چی داری میگی تو ها؟ چی میگی تو؟ چی میگی؟ من اکرامم. چهار تا صدا رو دوست دارم. صدای آب، صدای پول، صدای زن، یکی هم صدای شکستن استخونای دست. پیامو گرفتی؟ خیلی غصه‌شو میخورم چی کار کنم. ولم کنین، ولم کنین، ولم، ولم کن.
خیلی خوب، خیلی خوب، وایسا. ولم کن. باشه، ولم کن. کمکت کنم، خواهش میکنم. گفتم ولم کن. باشه، معذرت میخوام، معذرت میخوام. گم شو. باشه یوسف، تو رو خدا. یوسف. ببینم کجا داری میری؟ به تو چه؟ مگه باید ازت اجازه بگیرم؟ آره باید از من اجازه بگیری هرزه. اون که جد و آبادته. حرف دهنتو بفهم. نگاش کن تو رو خدا. هم زندگی رو نابود کرده هم از این حرفا به میزنه. من شوهرتم. آره فهمیدی پس. من شوهرتم. این که بدونم کجا میری چی کار میکنی حق منه، فهمیدی؟ الان یادت اومده شوهرمی؟ به اکرام بگم اون یکی دستت هم بشکنه. ببین بهت گفتم حرف دهنتو. لعنتی دستمو کندی. آخ توف بهت هرزه. آشغال وای خدا کنه زایم نکنه. آخ دختر تو فقط با خودت رو راست باش که چی میخوای کافیه. چی میگید؟ اونا اونجا طرف اصیل اصیل سر وقت اومده سر قرار. هول نکن هول نکن بودو زود باش دیگه نمیتونم تحمل کنم بودو. برای ملاقات با تو مخمو خورد. ولی منم میخواستم ببینم تو زندگی رفیق لازمه به هر حال. آره خب ما سر کار نمیتونیم یه دوست درست پیدا کنیم، میدونی که یعنی آدمایی که میان و میرن خب مشخصه چجوریه. هوا هم که خوبه، گفتیم یکم بیایم بیرون. چی همش تو جای بسته ایم. حق با تو. میخوای کیفتو بده من. بیا از اون طرف بریم. امکان نداره، احتمالا شبیهش بود. ناهید کدومتونه؟ منه. پاشو جمع کن باید بریم. بلند شو بلند شو. چی شده آقای پلیس؟ به ما فقط حکم جلبش ابلاغ شده، اتهامشو از بازپرس باید بپرسید. ناهید پسرم قضیه چیه؟ نمیدونم اوستا، میریم میفهمیم.
جاش. چیه اینجوری کلتو تکون میدی برای؟ نه آدم شدم رئیس. ببین من برات سه تا شرط دارم. حب کردن و کشیدن نداری. اولش والا توبه کرد دیگه نبینم هیچ مردی پاشو تو خونه نزم. دومیش سه بومی یه بار دیگه رو سوسن دست بلند کنی ببین باهات چی کار میکنی. خودت خوب بوده. ببین رئیس من هیچ تقصیری ندارم. هر چی سرم یه تقصیر این سوسن هرزه است. Küçük bir kız sakladım hep içimde. Evet. Tek dostum o. Susun. Büyüdü benimle. Yaşar. Nage herzi bud. İnce kari nedeşt. Ağlamın yazısı. Ben azad hiç entezari nedeşt. Acılar biriktir. Fakat kari ki migem ancam. به عنوان یه هرزه اومده اینجا. اسمشو به اینجا داد. بعدم گم شد و رفت. کافی کارهایی که گفتم انجام بدی. برا امانت بو جانا نه اگه بازم ازد همچین حرفایی بشنبم خوب میدونی که چی کار میکنم اگه نه ها؟ هلا گم شو گم شو تنه لش یوسف خیلی ترسیده. بریم.
یوسف رو میگفتی برای چی ترسیده؟ کشه؟ حالا بعدا میگم بلش کن. آروم باش دختر. والا به خدا. اوف اوف. وای دختر چه مبله قشنگی خریدی. نه بابا آبجی، مثل قبل دیگه مبل خریدن سخت نیست، به آدم به زور قسطی میفروشن. کار ما هم همین روز قسطی میشه به خدا. آره کم کم پول زنا هم قسطی میدن، بعدش هم نوبت مرداست. چی شده عروسک؟ اوف وای دختر. این شعره رو میشه برای من قسطی بگیری؟ شب و روز برام شعر بخونه منم قسطی حساب کنم. مثل عشق تو یوسف چشم کور کن. خب بابا تو هم دنبال بدبختی میگردی؟ منم دنبال بدبختی نیستم، دنبال اون شاعرم. هی میگی شاعر شاعر شاعر، دختر جون زندگی اون از ما هم بدتره، تو چی میخوای؟ خوبه که خواهر، دو تا بدبخت با هم دیگه توی یه اتاق، ببین چی کار کنن. دختر برای خودت روسپی یا؟ حالا هرچی. ببین اون آدم ساده ایه، تو زندگی تو نمیتونه جا بگیره، بعدش چی میشه؟ من براش همه چی آماده میکنم، همه یه بدبختیاش از یادش میبرم، اگرم نشد در اینجاست. بفرما هری. چطوری؟ چه خبر؟ هیچ. حالا چی میشه داداش؟ آخر این داستان به کجا میرسه؟ منم اعتصاب قضا کردم، اگه راه حل دیگه ای پیدا نکنیم تا تهش میرم. چی داری میگی داداش؟ داداش مامان طاقت اینو نداره. اصلا به مامان نگو. حتما میگم. اصلا به مامان نگو، به وقتش خودش میفهمه. میگم اصلا نگو. آبجی بای آبجی چون یعنی چی هیچی نمیخوره، یعنی حتی یه لقمه نونم از گلوش پایین نمیره. چرا با ما اینطوری میکنه آخه؟ چرا با مامان با ما این کارا رو میکنه آخه؟ خدایا جونمو بگیر راحت شم، جونمو بگیر راحتم کن دیگه. چی؟ ولم کن میخوام دیگه نباشم، ممکنه از اونجا دیگه سالم در نیاد. چرا مثل مامان نشستی گریه میکنی ها؟ آروم باش دیگه، بسته عزیزم. آب بده. بیا
یکم آروم باش دیگه. تو هم مثل مامان سری گریه میکنی. هنوز نمیدونیم چی میخواد بشه که. شاید صرف نظر کنن. شاید خواستشو بهشون بدن. از کجا میدونی؟ من آبجی، هنوز وقت داری، میفهمی؟ من نمیفهمم چرا این کارو میکنه. من اینو نمیفهمم، تو همچین شرایطی چرا همچین کاری میکنه؟ مادر ندارم، پدر ندارم، هیچ کس رو ندارم، چرا همچین کاری میکنه؟ منو ببین با تو هم. از داداش خبر گرفتم. از داداش زاهد خبر گرفتم. خدایا، از طریق یکی برام خبر فرستاده، به زودی میبینمش. خدایا خدایا شکرت، داداشم رو به هم رسوندی. خدایا خدایا شکرت. یه چیزی میگم برو بهش بگو، اگه چیزی بشه، اگه بهش بگو بیاد خونه، شاید بتونه بابارم بیاره خونه، ناهید از گرسنگی نجات بده، همه دوباره زیر سقف جمع شید. ولی منو نمیخواد، میدونم. آبجی چرت و پرت نگو. الان این به تو چه ربطی داره آخه؟ از یوسف خوشش نمیاد. ببین بذار یه چیزی بهت بگم، قسم میخورم به برکت نون، قسم میخورم قرآن بزنه به کمرم اگه دروغ بگم. هر وقت که من تو سختی میمونم همش به داداشم فکر میکنم، داداش میاد تو ذهنم، بعد چیز میشم، یه جوری میشم، به والله خیلی خوب میشه ولم فکر کن. بابا داداشه ها، داداشمه، داداشه. خیلی دلم براش تنگ شد. اگه یه چیزیش بشه من میمیرم. همش به خاطر منه. برای مامانم هم خیلی دلم تنگ شده، برای بابام هم دلم، برای همه تنگ شده. نکن دیگه، نزن به پات. چیه؟ میگم بریم پیش ناهید. میریم ولی الان نه، اونجا خیلی اوضاع در همه. بیا اینجا، بیا آبجی، بیا دیگه. خسیست دلم، خسیستم آبجی جونم، آبجی. چیه دختر؟ نشناختی منو؟ حالت خوبه؟ چی شده؟ احول کن بابا، چه خبر شنگولی؟ چیه؟ نکنه بازم چیزی میخوای؟ ای بابا، چی میتونم از تو بخوام؟ چیه مگه نمیشه من نگرانت بشم ها؟ ولی آقا اکرام نگرانت بشه چیزی نیزاره؟ چرا؟ چون اون کلاب داره، صاحب باره. آره، صاحب اون بار کثیف، محل فساد، یه آدم دائم الخمر بی خودی میتونه نگرانت باشه، ولی من نگرانت بشم نمیشه. نه حسادت میکنی؟ آره حسادت میکنی. از حسادت بمیر، از حسادت بمیری. به چی میخوام حسادت کنم؟ ها؟ به چی حسادت کنم؟ نکنه با یارو رابطه چی داری میگی؟ عاشقش شدی؟ چرا چرت و پرت میگی؟ به من راستشو بگو، با یارو رابطه داری؟ به من راست بگو، راستشو بگو. تو خجالت آدمی نیست، تو همه خجالت نمیکشی، تو خجالت نمیکشی. یارو چه گلی به سر بقیه زده که بخواد به سر تو بزنه؟ باهاش خوابیدی؟ چه جور شعاری هستی؟ با من اینطوری حرف نزن، با من اینطوری حرف نزن. این چه طرز حرف زدنه؟ برو دنبال کارت، با هم از یاشکار گم شو.
هرزه عوضی. چرا منو نمیبری پیش ناهید؟ خیلی دوره مامان. بعدشم تعداد ملاقات کننده های زندان رو کم کردن. چی رو کم کردن دخترم؟ منو گول نزن. من میرم پسرم رو میبینم. مامان داداش نمیخواد. میگه من خودم میام سورپرایزتون میکنم. مگه بچه داری گول میزنی؟ گوش کن، نشونت میدم. میرم جلوی اونجا میشینم، میگم اومدم پسرمو ببینم. باید مصمم باشیم زاهد، مثل اسمت رفتار کن، نه بپرس نه سر خود عمل کن، کاری اون که حس میخواد انجام بده. آره، به کمک افراد حس خبر فرستادن. گل جان میاد دیدنت خونه ما. داداش، داداش، قهرمانم. بذار صورتتو ببینم. داداش، داداش، چقدر دلم برات تنگ شده بود. خب بگو ببینم. اعتصاب غذا خیلی طولانی شده. از اینکه بلای سر ناهید بیاد خیلی میترسم. تا کی طول میکشه داداش؟ کی بالاخره تموم میشه این داستان؟ چارهشو پیدا میکنم. سلامامو بهش برسون. بهش بگو زاهد پشت هر تصمیمی که گرفته هست. اون یکی چطوره؟ آبجی؟ آره. سوسن خوبه؟ وقتی بهش گفتم که قراره ببینمت خیلی گریه کرد.
هنوز زن اون سگه. چند روز پیش یوسف دوا کرده دستش شکسته. برشی هیچی. آبجی بهش میگه یوسف یه دست. براش حتما قصه هم میخوره. مامان چطوره؟ خوبه. امیدش از دست نداده. همش فکر میکنه یه روز تو و بابام بالاخره برمیگردین خونه. داداش بدون تو زمان نمیگذره. هیچ جا بدون تو نمیشه. کاشکی کنارمون بودی داداش. کاشکی برگردی. کاشکی. پسرم با تو چی کار کردن؟ بگو پسرم. آه پسرم تو چرا اینطوری شدی؟ آه پسرم پسرم آبجی جون. آبجی خوش اومدی عزیزم، بیا. آبجی چی شده؟ تعریف کن ببینم. با داداش زاهد حرف زد. کجاست؟ هر جا. آماده شو با هم بریم زندان. آی وایسا یکی یکی بگو بابا، الان میریم پیش ناهید. آره بودو. باشه گل جان. چطوری دختر؟ خوبم داداش یوسف، تو چطوری؟ ای منم خوبه. خوبه. اومدم. میریم زندان ملاقات داداشم. خوبه. سلام منم برسون. باشه بیا. عزیزم چی شدی تو؟ عزیز دلم تو چی کار کردی با خودت؟ با خودت داری چی کار میکنی؟ آبجی بس کن. کی مجبورت میکنه؟ کی میکنه؟ اونا بخوان خودشونو بندازن تو چاه، تو هم باید خودتو بندازن.
هستی آخه؟ آبجی چی میگی؟ وای خدای من، این حالش رو ببین آخه. باشه باشه، برید وقتی آروم شدی حرف میزنی. بیا اینجا. باشه باشه، آروم شدم آروم شدم عزیز خواهر، عزیز خواهر. به خاطر کی این کارو میکنه؟ من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. دیدیش بچه چقدر صورتش لاغر شده بود؟ تو چرا هیچی نمیگی؟ داداشم چرا هیچی نمیگه؟ چرا هیچکی کاری نمیکنه؟ آبجی کسی اونو مجبور نکرده، خودش میخواد. به مامانم دارم دروغ میگم. آره ادامه بده، بیشتر دروغ بگو. دو روز دیگه که این پسره بمیره، خدا حفظش کنه. خدایا خودت حفظش کن. اون وقت میخوای چی کار کنی؟ از دیده این باره سنگین چجوری میخوای بلند شی؟ چی کار کردین گل جان؟ تونستین داشتون رو ببینین؟ آره دیدیم. خوبه. چطور بود؟ سلام من رسوندی؟ گم شو! آبجیم رسوند. خب دیگه چی گفت؟ گفت بگو آدم باشه. نه نه اینجوری نگفت، گفت شما هم سلام برسونی. نه این پسر خوبیه. افتخار دادین و سر میز ما اومدین، این شعر از بهجت نجاتی گیل تقدیم شما. اونایی که به خونه باز میگردن تا به عشق و آرامش برسن یه طرف، اما اونایی که در کوچه میمونن طرف دیگه. راز مثل یه کارگر بی‌واسطه، ساده و خجالت. برای پنهان کردن دندانهایت لبخند را از خودت دریغ میکنی. هم دندانهایت قشنگ است و هم لبخند. کسی به تو گفته صبح سفیده دم تاریک هست؟ خیلی بیبا. بریم. سر میری؟
جمال، جمال بیا بالا. چرا وایستادی؟ خب بیا بالا، صابونه رو با هم بخوریم. خانواده تا؟ خانواده من. این کیه؟ بیا دیگه، سفره آماده است، بجام. تو فکر رفتی؟ بوی عطرت. این بورو میشناسم. چه تصادفی. بی خیال بابا، خوش اومدی. اون عکس. آره عکس. دانشگاه می رفتم. صبح اول وقت دیدم صدایی در میاد. با هم خونم بلند شدیم. نمی فهمیدم خوابم، بیدارم. در رو باز کردم. دیدم بابام روبرومه. فهمیدم که اتفاق بدی افتاده. گفتم مامانم، مامانم، مامانم چیزی شده؟ گفت اومه خونه ی روستا دعوا شده بوده. بین دوتا از روستایی ها تیر اندازی میشه. تو همین تیر اندازی ها آدم نام زدم تیر میخوره. در جا میمیره. حالا من اینجا. همونجا فیلم قطع شد. با خودم گفتم ریدم به این زندگی. درس و دانشگاه، خانواده، بچه، گند بزنن به همش. همینجوری اومدم تو خیابون. رسیدم مرکز شهر. از صبح تا شب مسو خیابون میگشتم. همینطور به آدم ها و زن ها و مرد ها نگاه میکردم. خوشم می اومد. یه حس خوبی داشتم. با یکی آشنا شدم. مرد خوبی بود. با هم بیرون می رفتیم. یه بار اومدم کلاب اکرام. اگه اشتباه نکنم قرار سوممون بود. بدون اینکه صورت حسابو پرداخت کنه یهو جیم زد و رفت. حالا من همینطور مونده بودم گیج، اطرافو نگاه می کردم. یکی از دخترها اومد. گفتم میخوام از این به بعد اینجا کار کنم. گفت آبجی، خدا برات نیاره. الان رو الکلی، مستی، مطمئنی؟ گفتم آره. اینجوری شد دیگه. مستیم درد منو دیگه دوا نمی کنه. غم با من زاده شده، منو رها نمی کنه.
زود باش بیا. تونستی ببینیش؟ گفت پشت هر تصمیمی که گرفتیم وایستاده. میدونستم همینا میگه. میدونستم میشه بهش اعتماد کرد. هفته پیش اینجا من تصمیممو گرفتم. اگه وضعیت خراب شد به تو وصی من بشی. حال من خیلی بد میشه. اینجا اجازه نمیدم دکترها مداخله کنن. داداش آخه اینجوری که نمیشه. تو به زندگی عادیت برمیگردی داداش. اوضاع اصلا تا اونجا پیش نمیره. آخه چرا؟ چرا داداش؟ برای چی؟ داداش برای چی؟ داداش یا داداش این همه آدم مردن. آخه چرا؟ برای چی؟ خودتو گول نزن که همه چی قشنگ میشه. در واقع خودتو برای بدترین آماده کن. فقط نگران اینم به درست لطمه بخوره. تو به من فکر نکن داداش. نگران من نباش. وقت ملاقات تمومه. رئیسمو ببینم. بله. خوش اومدی دختر. چه خوشگل شدی. خوشگل بودم عزیزم، الان ترکوندم. سلام سوسن. خوش اومدی. تو بشین اینجا. آره. وای چه ریخت و پاشی کردی.
آه خوب شد فهمیدی. پدرم در اومد تا اینا رو درست کنه. میگفتی میومدم کمکت. سوسن یوسف نیست؟ کارش تو کلاب تموم شه. ماهی رو ببین ماهی. بریزم رئیس. خب خوش اومدی نوش جونتو. ببینم یخ نداری؟ آی یادم رفت الان میارم. بی یانوشتک وار اما سن دمیار بن دمیار. بی یانوشتک وار اما سن دمی جانم بن دمیار. بی یرده بی یرلرده آرزو 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 آرزو. بی یانوشتک وار اما سن دمیار بن دمیار. بی یانوشتک وار اما سن دمی جانم بن دمیار. بی یرده بی یرلرده نوش جون زنده ها رحمت واسه مرده ها. مغازه رو بستیم؟ بستیم رئیس. خوبه. کار اشتباهی که نکردی؟ نه بابا چه کار اشتباهی؟ گرسنته؟ از شما به ما رسیده نوش جونتون. به نظر که کلت داغه. نه به جون شما توبه کردم رئیس. سنگین نخور یه وقت حالت بد میشه. Ateşle oynanma sen de bilirsin. Şakanın sırası değil ki şimdi. Ateşle oynanma sen de bilirsin. Şakanın sırası değil ki şimdi. Hasretle yananın dumanı. Fendek deri. Abi. اون تیکه تاریک روبرو رو میبینی؟ اونجا محله بچگی من و یوسفه. همه چراغاش خاموش شده. مثل اینجا روشن نیست. هیچی سر جاش نیست دیگه. واسه اون روزا دلت تنگ شده؟
ما جوونیمونو به زندگی صدقه دادیم. اونجا اسمش چیه؟ برعکس خودش اسمش جالبه، محله شنگولی. مامانم هنوز اونجا زندگی میکنه. از اینجا 20 دقیقه فاصله. تو مال کجایی؟ سب کن میرم یه چیزی بیارم. آخ یه چیزی رفت تو پام. Şakanın sırası değil ki şimdi. Daha düne kadar sevdiğim kimdi? Nisan bir şakası, Eylül'de olmaz. Şaka... اگه میخوای برای تو هم بریزم. من نمیخورم، سرم درد میکنم. باش، حالا یکم برات میریزم. برای من چرا نمیریزی؟ تو کمتر بخور. من کمتر بخورم؟ به همه به زور میده، ولی به من میگه کمتر بخور. چون تو که زیاد میخوری حالت بد میشه. این سوسن رو میبینی؟ همین سوسن. این سوسن قدیما یه قطره الکل هم نمیخورد. خوب گوش کن، ولی برای من هر روز میز آماده میکرد. چرا؟ برای اینکه بیرون نرم. آره، به خاطر اینکه با زنهای دیگه نشست و برخاست نکنم. نه؟ ولی الان ببین میخوره، میخوره چه حالی هم میشه. میبینیش؟ ها؟ از من بدتر شده. یوسف، تو با سوسن میونتون خوبه؟ مگه میشه نباشه؟ ببین اینه گل سر قبرستونه. خفش کسافت. با من درست حرف بزن. نازنم چی؟ باید با من درست حرف بزنی. درست حرف نازنم چی میشه؟ تو مگه هرزه خوشگلم ها؟ همه میان پیش تو، به شرف تو میخورم سوسن. اینقدر که کسافتی، کسافتی، کسافت. با من درست حرف بزن. یارو باید نمیخواد اینقدر هرس میخوری. آره ها؟ واسه همین لجت گرفته ها؟ بس دیگه. عوضی تو چی هستی مگه ها؟ یه هرزه. اینجا چه خبره؟ با ما له کردی عوضی. داداش مامان، مامان درمان نیست، دکترم نیست، دکتر نیست، دکتر نیست. روزانه همو نوشتم، دفتر خاطرات. دادم به مدیریت. اونا بگیرش. بهشون گفتم خبر دارن، میدونن. همه بفهمن.
نداشت رو خدا دست بکش. داداش بذار درمانو شروع کنه، تو رو خدا دست بکش. تو هم دیگه نیا. داداش تو رو خدا دیگه هیچ کس نیاد. داداش تو رو خدا، داداش من خیلی دوست دارم. داداش من خیلی دوست دارم. داداش من طاقت ندارم بدون تو نمیتونم. داداش نگهبانو صدا کن، حالم خوب نیست. نگهبان. نکرام دیعیوس، نکرام عوضی، اون دیعیوس بی شرف، اون بی همه چیز. ای برینم به دهنش. یه عوضی اون وقت میخواد بگه داداشش بیاد منو بکشن. حکم دادگاه همراهتونه؟ با من بیاین. Thank you.
باهاش چه نسبتی دارید؟ خواهرشم. ببینید، وضعیت ناهید خیلی بحرانی، باید مداوا بشه، اما نمیتونیم چون که خودش یه برگه امضا کرده. اون مدام از حال میره و بیهوش میشه، یعنی اگه الان کاری نکنیم دیگه واقعا دیر میشه. برای شما وضعیت سختیه، اما به عنوان خواهرش اگه شما اجازه بدید ما میتونیم مداخله کنیم. داداشم اکیداً من کرده بود تا خودش نخواد اجازه درمان ندارین. دخالت نکنین، سعی نکنین مانع کارش بشین. این چیزیه که خودش خواسته بود. ببینید، ممکنه برای هر اقدامی دیر بشه. باشه، خدا خودش کمکتون کنه. امشب میتونم پیشش بمونم؟ اینو بدید به پلیس دمه در. داداش، داداش، داداش،
درون جون میدم، دارم از درون جون میدم. زاهد داداشم مرد.